بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. بس در این است که کار خیلی میشه، اما کدوماش درسته؟ یک، کارهای درست کدومش قبول میشه؟ دو، کارهای درستی که قبول میشه کدوماش کامله؟ بعضی کارها درست نیست، مثل که خونه اصلا پایهاش درست نیست. بعضی خونه پایهاش درسته، قبول نمیشه، خونه اون که شما میخوایی نیستش. پایهاش درسته ولی نورش، آفتابش، فضاش کمه، ناقصه. گاهی وقتا خونه هم پایهاش سالمه هم قابل قبوله، اما اون که کامل نیست، یعنی اون که شما دلت میخواد نیست. حالا روی این شرایط صحبت میکردیم، گفتیم یکی از شرایطی که کار درسته اینه که این کار همراه با یک راهنمای حقی باشه. این شما یه گوشت میخوای بخوری، مهر میزنن که این گوشت سالمه، از وزارت مربوطه مهر میزنن که گوشت سالمه. این نماز باید مهر بخوره، سالمه نه، مهر میخوره نه. در روایات داریم فمن لم یتولنا لم یرفع الله له عملا. اگه کسی ولایت اهل بیت نداشته باشه هیچ کارش بالا نمیره، قبول نمیشه. امیرالمومنین فرمود ما باب الله هستیم، وقت البیوت من ابوابها. کار رو از راهش وارد شید، خانه رو از درش وارد شید، یعنی علم باید از اهل بیت بگیریم. ولایت اهل بیت هم دوستی نیست، چون فرمود ما تنال و ولایتنا الا بالعمل والورع. ولایت اهل بیت اینه که نه که آدم دوست داشته شد، خودم ممکنه شیرینی هم دوست داشته باشه، ولایتی که دنبالش کشش باشه. شما اگر به خانم بگی من دوستت دارم، میگه پس پاشو بریم بازار خرید، بگه نه فقط دوستت دارم، حرف پول نزن، میگه خب دروغ میگی. از علت دیگه به مهریه میگن صداق، چون دو ماه به عروس میگه دوستت دارم، میگه بده مقدار سکه، اگه نه حرف پول نزن فقط دوستت دارم، میگه خب میخوای کالا برداری کنی. ولایت باید همراه با عمل باشه. یکی از شرایط اینکه کار قبول میشه، شرط اخلاقیش، شرط ایمانی گفتیم و هوا مؤمن باید ایمان داشته باشه، شرط سیاسی باید رهبریش درست باشه، شرط اخلاقی باید تقوا داشته باشه. میگن کسی رو خیلی میگفتن آدم خوبیه، امام ایشونو دید همینه که میگن آدم خوبیه. بعد دید همینطور که آدمی که میگفتن خوبه داره میره، رفت دکون یک میوه فروشی دو تا انار برداشت، پولشو نداد، نکشید وزنه که پولم نداد، تعجب کرد. رب یه دیگه هم دکن نونوایی دوتا نون بردش، اونم پولش نداد. اه چرا دوزی میکنه، چرا پول نمیده؟ یه خوده دیگه رفت داد به فقیر، گفتن چه میکنی؟ گفت مؤمن زرنگه، من دوتا انار دوزیدم دوتا گناه، دوتا نون دوزیدم دوتا چارت دادم به فقیر. قرآن میگه هر که کار خیر بکنه ضرب در ده میشه، چهار ضرب در ده میشه چل، چل تا ثواب کردم، چهار تا گناه ازش کم شد، 36 دارم میمونه. خب حالا ریاضیت خوبه، اما نخوندی قرآنی که عمل از آدم با تقوا قبول میشه؟ انار دوزی بدی به فقیر، نون دوزی بدی که ثواب نداره. انما یتقبلون الله من المتقین. گفت ریاضیت خوبه ولی سوء ظن منم سر جاشه. حالا یکی از شرطا اینه که این کار باید همراه با تقوا باشه. این نمای تقبل الله، هر چی تقوا بیشتره کار بیشتر قبول میشه. خدایا به ما توفیق بده هم کارامو درست باشه، هم همراه با تقوا و هم قبول بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.